به نام خدا داستان عشق خسرو و شیرین هرمز پادشاه ایران زمین صاحب پسری می شود و نام او را خسرو پرویز می گذارد. خسرو پرویز در جوانی علا رقم دادگستری های پدر مرتکب تجاوز به حقوق مردم می شود. او که با یاران خود برای تفرج به خارج از شهر رفته بود شب انگام در خانه یک روستایی بسات ایش و نوش برپا می کند و بانگ ساز و آوازش در فضای ده تنین انداز می شود. حتی قلام و اسب او نیز از این تعدی بی نصیب نمی مانند. هنگامی که هرمز از این ماجرا آگاه می شود بدون در نظر گرفتن رابطه پدرفرزندی عدالت را اجرا می کند. اسب خسرو پرویز را میکشد غلام او را به صاحب باقی که داراییش تجاوز شده میبخشد و تخت خسرو را نیز از آن صاحب خانه روستایی میکند خسرو نیز با شفاعت پیران از سوی پدر بخشیده می شود. پس از این ماجرا خسرو انوشیروان نیای خود را در خواب میبیند انوشیروان به او مژده میدهد که چون در ازای اجرای عدالت از سوی پدر خشمگین نشده و به منزله عذرخواهی نزد هرمز رفته به جای آنچه که از دست داده محبتهای بسیاری به دست میآورد که بسیار ارزشمندتر هستند دلارامی زیبا اسبی شبدیز نام تختی باشکو و نوازندهای به نام بار بود مدتی از این جریان میگذرد تا اینکه ندیم خاص او شاپور به دنبال وصف شکوه و جمال ملکی که بر سرزمین اران حکومت می کند سخن را به برادرزادی او شیرین میکشاند سپس شروع به توصیف زیبایی های بی حد او می کند آنچنان که دل هر شنونده ای را اسیر این تصویر خیالی می کند سخنان شاپور پرنده عشق را در دل خسرو به تکابو وامی دارد و خواهان این پری سیما می شود و شاپور را در طلب عشق شیرین به اران می فرستد. هنگامی که شاپور به زادگاه شیرین میرسد در دیاری اقامت میکند و به واسطه ساکنان آن دیار از آمدن شیرین و یارانش به دامنه کوهی در همان نزدیکی آگاه میشود پس تصویری از خسرو میکشد و آن را بر درختی در آن حوالی میزند و شیرین را در حین عیش و نوش میبیند و دستول میدهد تا آن نقش را برای او بیاورند شیرین آنچنان مجذوب این نقاشی می شود که خدمتکارانش از ترس گرفتار شدن او آن تصویر را از بین می برند و نابودی آن را به دیوانه ها نسبت می دهند و به بهای اینکه آن بیشه سرزمین پریان است از آنجا رخت بر می بندند و به مکان دیگر می روند اما در آنجا نیز شیرین دوباره تصویر خسرو را که شاپور نقاشی کرده بود می بیند و از خود بیخود می شود وقتی دستور آوردن آن تصویر را می دهد یا دارانش آن را پنهان کرده و باز هم پریان را در این کار دخیل می دانند و رخت سفر می بندند. در اقامتگاه جدید باز هم تصویر خسرو شیرین را مجذوب خود می کند و این بار شیرین شخصا به سوی نقشه می رود و آن را بر می دارد و چنان شیفته خسرو می شود که برای به دست آوردن رد و نشانی از او از هر رهگذری سراغ او را می گیرد اما هیچ نمی در این هنگام که شاپور در مقان رفته بود از آنجا میگذرد شیرین او را میخواند تا مگر نشانی از نام و جایگاه آن تصویر به او بگوید شاپور هم در خلوتی که با شیرین داشت پرده از این راز برمیگشاید و نام و نشان خسرو و داستان دلدادگی او را به شیرین بیان میکند و همان گونه که با سخنان افسونگر خود خسرو را در دام عشق شیرین گرفتار کرده بود مرغ دل شیرین را هم به سوی خسرو به پرواز درمیآورد شیرین که در اندیشه رفتن به مدائن است انگشتری را به عنوان نشان از شاپور میگیرد تا بدان وسیله به حرم سرای خسرو راه یابد شیرین که دیگر در عشق روی دلداده نادیده گرفتار شده بود سهرگاهان بر شب دیز می نشیند و به سوی مدائن می تازد. از سوی دیگر خسرو که مورد خشم پدر قرار گرفته بود به نصیحت بزرگ امید قصد ترک مدائن می کند قبل از سفر به اهل حرم سرای خود سفارش می که اگر شیرین به مدائن آمد در حق او نهایت خدمت و مهمان نوازی را رعایت کنند و خود با جمعی از غلامانش راه اران را در پیش می گیرد. در بین راه که شیرین خسته از رنج سفر در چشمه ای تن خود را می شوید متوجه حضور خسرو می شود هر دو که با یک نگاه و یک دیگر دل میبندند به امید رسیدن به یاری زیباتر از این عشق چشم می خسرو به امید شاهزادهی که در آن در انتظار اوست و شیرین به یاد صاحب تصویری که در کاخ خود روزگار را به عشق او میگذراند شیرین پس از مسافت طولانی به مدان رسید اما اثری از خسرو نبود کنیزان او را در کاخ جای داده و آنچنان که خسرو سفارش کرده بود در پذیرایی از او میکوشند شیرین که از رفتن خسرو به اران آگاه شده بود بسیار حسرت میخورد رقیبان به واسطه حسادتی که نسبت به شیرین داشتند او را در کوهستانی بد آب و هوا مسکن دادند و شیرین در این مدت تنها با غم عشق خسرو زندگی میکند از سوی دیگر تقدی نیز خسرو را در کاخی مقیم کرده بود که روزگاری شیرین در آن میخرامید و صدای دلانگیزش در فضای آن میپیچید اما دیگر نه از آن صدای گام های شیرین خبری بود و نه از نوای سهر انگیزش. شاپور خسرو را از رفتن شیرین به مدان آگاه می کند و از شاه دستور می گیرد که در به مدان رفته و شیرین را با خود نزد خسرو بیاورد. شاپور این بار نیز به فرمان خسرو گردن می نهد و شیرین را در حالی که در آن کوهستان بد آب و هوا به سر می برد، نزد خسرو به اران می آورد. هنوز شیرین به درگاه نرسیده بود که خبر مرگ هرمز کام او را تلخ می کند. به دنبال شنیدن این خبر شاه جوان آزم مدان می شود تا به جای پدر بعد تخت سلطنت تکیه زند دیگر بار شیرین قدم در قصر می نهد با امید اینکه روی دلدادی خود را ببیند اما باز هم ناامید می شود در حالی که خسرو در ایران به پادشاهی رسیده بود بهرام چوبین علیه او قیام می کند و با تهمت پدرکشی بزرگان قوم را بر ضد خسرو تحریک می کند خسرو نیز که همه چیز را از دست رفته یافت دیده بود، جان خود را برداشته و به سوی مقان می رود. در میان همین گریز و ناب ها، روزی که با یاران خود به شکار رفته بود، ناگهان چشمش بر شیرین می افتد که او نیز به قصد شکار از کاخ بیرون آمده بود. دو دلداده داده پس از مدتها دوری سرانجام یکدیگر را می بینند در حالی که خسرو تاج و تخت پادشاهی را از دست داده بود. خسرو به دعوت شیرین قدم در کاخ مهین بانو می گذارد. محیم بانو که از عشق این دو و سرگذشت شیرین با خوب رویان حرم سرایش آگاهی داشت از شیرین خواست که دنها در مقابل عهد و کابین خود را در اختیار خسرو بگذارد و هرگز با او در خلوت سخن نگوید و شیرین نیز بر انجام این خواسته سوگند خورد. خسرو شیرین بارها در بزم و شکار در کنار هم بودند اما خسرو هیچگاه نتوانست به کام خود برسد سرانجام باز از اظهار نیازهای بسیار از سوی خسرو و ناز از سوی شیرین خسرو دلش معشوقه خود برداشت و عزم روم کرد در آنجا مریم دختر پادشاه روم را به همسری برگزید و بعد از مدتی نیز با سپاهی از رومیان به ایران لشکر کشید و تاج و تخت سلطنت را باز پس گرفت اما در داشتن همه نعمتها دنیایی از دوری شیرین در غم و اندوه بود شیرین در فراغ روی مشروق در تب و تا مهین بانو در بستر مرگ برادرزاده خود را به سر و شکیبایی وسیعت می کند. تجربه او نشان داده بود که غم و شادی در جهان ناپایی دارد و به هیچ یک نباید دل بست. پس از مرگ مهین بانو شیرین بر تخت سلطنت می نشیند و عدالت و عدل را در سراسر ملک خود بنا می کند. اما همچنان از دوری خسرو ناآرام است. پادشاهی را به یکی از بزرگان درگاهش می سپارد و به سوی مدان ره سپار می شود. در همان هنگام که روزگار نیک پختی خسرو در اوج بود خبر مرگ بهرام چوبین را می شنود. سه روز به رسم سوگواری دست از عیش و نوش بر می دارد و در روز چهارم به بزم می نشیند. به امید اینکه نواهای باربود درد دوری شیرین را در وجودش درمان کند او را طلب می کند باربد نیز سی لحن خوش آواز را از میان لحنهای خود انتخاب کرده و مینوازد. نوازد خسرو نیز در ازای هن نوا بخششی شاهانه نسبت به باربود روا می‌دارد. دارد آن شب پس از آنکه خسرو به شبستان می رود، عشق شیرین در دلش تازه تر می شود. با خواهش و التماس از مریم می خواهد تا شیرین را به حرم سرای خود بیاورد، اما با پاسخی درشت از سوی مریم مواجه می شود. خسرو که دیگر نمی تواند عشق سرکش خود را مهار کند شاپور را به طلب عشق شیرین میفرستد اما شیرین با پاسخی تند شاپور را از درگاه خود به سوی خسرو روانه می کند شیرین این بار نیز در همان کوهستان رخت اقامت میگذارد و غذایی جز شیر نمیخورد از آنجا که آوردن شیر از چراگاهی دور کار بسیار مشکلی بود شاپور برای رفع این مشکل فرهاد را به شیرین معرفی می کند و عشق فرهاد از اینجا آغاز می شود. ممنون که تا اینجا این داستان با من همراه بودید. قسمت دوم داستان رو پردا شب برای شما بازگو می کنم. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت به من انرژی بدید. با تشکر.